هموطنان گرامی، خانواده عزیز، سلام و درود بر شما. تازه ترین خبر از میدان جنگ در اوکراین حاکی است که نقطه مهم بخمود در سقوط قرار دارد و از زمانی که قوای روسی از منطقه پوپاسنای اشغالی حرکت کردند تا به گرفتن بخمود کال نزدیک شدن 8 ماه میگذره. به نظر میرسه که جنگ متر به متر پیش میره و این جنگ یک جنگ تاریخی است و میتونه بسیار کلان شود، به دلیل از اینکه ما گزارش های هم داریم که تمامی فابریکه های تولید تانک و تولید جنگ افزارهای بسیار سنگین، حتی در زمان استالین که علیه ارتش مثلا 8 میلیون نفری هیتلر عیار شده بود در تولیدات جنگ افزارهای سنگین، اونا دوباره فعال شدند. حتی کار 24 ساعته برای تولید تانک روان است. ما شما در خبرام دیدیم که در این طرف تانک های لیوپارد و آبرامز و اینا به این طرف روان است حرکت. اما جنگ فعلی جنگ تانک نیست. تو تصور میره که این تانک ها برای حرکت پس از شکست یک طرف است که بازمود پیش بره. اوزو خواهی میره خم معلوم میشه. و در این برنامه جناب توفیق تماس با ما است که مطالب مسائل داغ و اون منطقه را از نزدیک دنبال میکنه و میریم به طرف اولین سوال که اگر بخمود سقوط میکنه خیز بعدی در کجاست؟ سلام مامون عزیز، روزتان بخیر و همچنان یک درود بی پایان خدمت میندای کمین خمارم میبینن. ببین وضعیت بسیار پراشفته است، همطور که شما در مقدمه گفتین، ولی دیده میشه که خب بخمود قبلا سقوط کرده، یعنی تا حدود یک ماه، چون یک تنها ساختمان از این شهر باقی مانده، چیزی باقی نمانده، چون حدود تقریبا 70,000 جمعیت داشت و فیلن شاید امکان داره 4,000 یا 3,000 نفر اونجا باشه و اون کسایی هستند که از لحاظ اقتضای سن بسیار خوب ممکن سنای 60 و 70 باشه که زمینی فرار یا زمینی انتقال یا شفت کردن از او به دیگر شهر جایی که مثلا امتر باشه نیست. و از اون لحاظ من بگم تنها کسایی که فیلن در جبهه بخمود قرار دارن آزوفای سرسخت هستن که عملا مقاومت میکنن و اونو از لحاظ استراتژیک میخواین که تا آخرین مرمی جنگ بکنن. و دیده میشه که آیسته آیسته خبر که تا چند ساعت پیشم برام رسید مدیدم، فکر میکنم شهر در آستانه تخلیه از سربازایی است که من فکر میکنم که آخری مرمی پیشان است و آیسته آیسته اگر اینا یایی که بسیاریشان به اسارت نیروهای واگنر روسی میاین و یایی که آیسته آیسته شهر را ترک میکنن. و دیدم میشه که آیسا آیسا امطور مفکر میکنم که نیروهای واگنر در تمامی شهر سلطه نظامی را برقرار میکنن. این حال وقت که شما سوال کردین، طبیعتا که از لحاظ سمبولیک، از لحاظ استراتژیک میتونه که بسیار پر مفهوم و همچنان این مسئله ایوتی باشه. ما شما یک ذر مثال در افغانستان داشتیم، میتونیم کار را که مامور یا مدیر میکنه یک وزیر یا رجور نمیکنه. بر بسیاری کسا شهر باخمود امکان داره کوچک باشه، ولی از لحاظ سمبولیک و استراتژیک بسیار اساس برانگیز نقطه است که نقطه تدارکات ناتو و تجمع یک بخش عمده که عملا سرمایه گذاری یا سیاست گذاری غرب ناتو در این منطقه بسیار بسیار مشهود بود. از اون فکر میکنم بسیار این منطقه بسیار مهم است که هر دوش تلاش داره، هم غرب و ناتو تلاش داره که تایی در اینجا باید باشن سنگربندیشان به شکست مواجه نشه و هم طرف روسیه. اینا رو شما میم سر سوال کن، طبیعتا وقتی که بخمود شکست بکنه، اول خود مهمترین چیزی که میتونه که رقم بخوره برای پوتین یا برای تیم کرملین، مورال و ادقل رویه را مثلا بسیار برای بین افسرها و سربازها بسیار بلند میبره. برای اینکه 8 ماه که متوجه شما گفتین در اینجا جنگ بسیار فرسایشی جریان داره و دوم آستاستار راه را باز میکنه بر نقاط دیگه دریای دنیپر و همچنان شهرهای مثلا میکولایف و شهرهایی که حداقل بتونه که در مجموع تمام منطقه دونباس باید تحت پوشش قرار بده، که اما طور که پوتین قبلا هم گفته بود، خب یک اشتباه استراتژیک ای بود که از طرف خود کرملین آدم باید نقاط ضعفشون هم بگه که در شروع آغاز جنگ
اینا باید انیم از شروع میکردن از نقطه شرق اوکراین، چون از لحاظ کلچر، از لحاظ زبان، از لحاظ پدیده های تاریخی بسیار نزدیکی داره مثلا با روسیه، و میتونست که در مجموع کسایی که زندگی میکنن بسیار به سرعت زمینی تسلیم شدن و همچنان زمینی از این مساعد بکنن بر ارتش روسیه که هیچ مقاومت ها شکل نمیده. ولی چون متاسفانه اینا خواستن در شروع عملیات از کیف آز بکنن، و حال خب با یک مثال است که میگه مایی را هر وقت از آب بگیری تازه است، حال شرق اوکراین باید تصفیه شود. و یک مسئله مهمه که ما اون از ما میخواییم بگیم که باید پوتین ادبیات جنگ باید تغییر بده. دو فاکتور اینجا وجود دارن. اگر در عین حال که باخمود در آستانه شکست است، امکان داره که سبا اینو اعلان بکنن یا فردا، مهم نیست، ولی از لحاظ ساختمان من قبلا هم گفتم که از لحاظ رویه عملا شکست خورده، اما در پولی ازی مذاکرات عملا جریان داره. یعنی چیزی که اتا امروز بسیار به وضاحت نشان داده میشه کمی وقت آخره که بایدن با آمد به پولند و با زلنسکی دیدار کرد، واضحا در پشت درهای بسته. معمولا زمانی که دور راستای جمهور به شما معلوم است که وقتی در ضیافت میشینن اجازه انتقال یا در مجموع شریک میسازن با خبرنگارا و با ژورنالیستا، ولی در پشت درهای بسته این خودش مفهوم میرسونه که آمریکایا عملا گوشزد کردن برای زلنسکی که یا برای پای میز مذاکره و یا ای که آیست آیسته انعطاف پذیر باشه در مقابل پوتین. این مسئله انکشافات بعدی است، انکشافات سیاسی، اما طوری که دیده میشه در با گرفتن بخمود دروازه به طرف دو شهر بسیار مهم دیگه باز میشه که اسلوویانسک است و کراماتورسک است، که وزارت دفاع بریتانیا ایره گفت که اگر دروازه به طرف از اینا باز میشه جنگ یک فاز جدید به خود میگیره. در خود بخمود یعنی ما فیلم خاصی را دیدم از گروه واگنر که اینا وقتی که عملیات کردن اینا تصمیم دارن که حتی یک نفر از آزوف ها از بخمود فرار نکنه زنده، و حتی طاقه نفرهای هم که در طریق دشت می رفتن اونا را به وسیله به سرنشین ها زدن. معلوم میشه که جنگ فشارش بسیار زیاد است. اینا اگر ای سقوط میکنه جبهه دیگه، خط دومی که مندازه ارتش اوکراین در اسلوویانسک و کراماتورسک است. خب اینجا دیگه که وقتی ما میگیم که جنگ متر به متر پیش میره، ای واگنر باز به طرف اسلوویانسک طرف ها میره. یعنی میخواییم بگوییم که تا کی تا کجا اینا میرن؟ یعنی این رقم با اشاره به ای که ممکن است در پشت پرده تعاملات در جریان باشه، اما اینا تا کجا میرن؟ آیا تا تکمیل کردن اما دونتسک و لوهانسک است؟ خب به نقطه خوب شما اشاره کردین مامون عزیز، برای اینکه بین بر طبل مذاکرات وقت در هر جنگ زده میشه که هر طرف جنگ میخواهد که دستاوردهای نظامی و قابل توجهی را در جبهه جنگ و در ابعاد مسئله نظامی به دست بیاره. اگر روسا اما تا که پیشتر شما گفتین طبیعتا که این مقدمه است برای باز شدن تسلط بر تمام اوکراین، وقتی که باخمود شکست میخوره آیست آیسته را باز میشه اما تا که شما گفتین به طرف شهرهای دیگه حتی دریای دنیپر و دریای سیاه. و ببین از لحاظ استراتژیک بایریس یا چورنه ریج که میگن، یعنی در مجموع بسیار مهم استراتژیک است برای روسا که حداقل امی زبان یا دست اوکراین به خارج از اوکراین قطع بکنن. وقتی که قطع شد بدون یک مرمی روسا میتونن که مجبور بسازن زلنسکی را به شکست. اینا رو من براتون گفتم که اگر در میز مذاکرات آمریکایی‌ها با روس‌ها کنار بیان سر سه مسئله، سر مسئله دونباس، دنیز، خرسون و همچنان کیمیه، ما فکر میکنم که آیست آیست این وضعیت قسم میره به طرف وضعیتی که امکان داره که یک تغییر اساسی در سطح حکومت در کیف امکان داره که رونما شود و چی زلنسکی باشه چی رئیس جمهور دیگه که حداقل راه را باز کند، یک راه مسالمت آمیز که دیگه از لحاظ خشونت و تجدد از این که یک رژیم مستقر شود که با روسیه سر دوستی رو بگیره. درست این کار را که پوتین در شروع جنگ میخواست که میگفت که یعنی یک دولت دست نشانده میخواه در کیف باشه. درست طبیعتا خب این حال خودم این تعامل هم که صورت میگیره بر سر اصالتا بر سر حفظ کیف است.
اگر قرار باشه که کسی اطمینان داده نتونه که یک دولت بی خطر در کیف مستقر شود، که هرگز تضمین هم کسی داده نمیتونه با توجه به تاریخ آزوفا در جنگ های حداقل یک قرن اخیر، بله این جنگ هرگز به یک نقطه، به یک خط به اصطلاح ایستایی یا به خط توقف نمیرسه. خب ببینید، یک مسئله اینجا است که من میخوام یک تکمیل بکنم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، خب مجبور است که روسیه پوتین سراسر اوکراین باید فتح بکنه و سراسر اوکراین باید پاکسازی بکنه از رژیمی که تقریبا طرفدار با آزوفوز و طرفدار ناتو است. اینال اینجا وقت من پیشتر گفتم که ادبیات باید تغییر بکنه. اگر سر میز مذاکره اینا به تفاهم میرسن که بخش شورای که عمدتا مثلا رفت بر طرف رایگیری و در یک رفرندوم با روسیه پیوند خورد یا جزء خاک روسیه شد، خود در اون صورت مجبور است که در سر میز مذاکره کوتاب ازلینسکی بگه ما به رسمیت بشناسیم عملا خرسون، عملا دونباس، عملا دندنسک و شد یک بخشش شرق اوکراین دیگه از دست رژیم کیف خطا میکنه، یعنی خلاص میشه برای ابد. این برای این خط سرخ پوتین عملا امین شرق اوکراین است و اینا اگر قبول نکنه زلنسکی، مجبور است که مامون عزیز که پوتین عملیات گسترده را از جنوب آغاز بکنه، حتی از خاک منسک یا بلاروس برای گرفتن کیف که نقطه محل سازماندهی جنگ رهبری میکنه. و یک مسئله دیگر رو من فهم نمیخوایم برتون بگویم مامون عزیز که آن تقریبا شباهت باخمود درست مانند نبرد جنگ جلال آباد بود در دهه 90 زمانی که شوروی ها عملا افغانستان رو ترک کرده بود، چون اونجا حکومت مجاهدین یا غربی ها میخواستن یک حکومت حداقل خب ائتلافینه، یک حکومت مستقر بکنن که پایگاه اساسی مجاهدین بر ضد حکومت کابل باشه، ولی چه متاسفانه چون دیده شد که عکس مسئله شد، حکومت دکتر نجیب الله با وصف ازی که مثلا یک بخش عمدهش عملا ناراض بود، ولی تونست که رزمندهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان عملا از جلال آباد آن قدر دفاع منظم و جدی بکنه که یک درس عبرت تاریخی بر مجاهدین و بر عامیایش داد، یک شکست تاریخی را رقم زد در تاریخ دنیا. اول عین و چرا جلال آباد مهم بود؟ برای اینکه از لحاظ استراتژیک چون نزدیکی به کابل داشت، وقتی که پایگاه مجاهدین عملا در شهر جلال آباد مستقر میشد، خود به خود رویه در کابل پایین می آمد و از اون لحاظ بر دکتر نجیب امی کار بعدن دخوس شد. طبیعتا خوص خو یک معامله بود که حداقل بعضی ها گفتن که فاروق قماندان شارو را تسلیم کرد. خب دکتر نجیب الله از اون خب میریم به طرف میدان اوکراین. درست. حال ما در یک وضعیت مثلا شما اشاره میکنین به سقوط کیف. بله. سقوط کیف مسئولیت داره بسیار. و سوال اول ایست که آیا ایره که کل ناتو و امریکا و غرب جا سرمایه گذاری کرده کیف اجازه میتونه که سقوط کنه؟ خب ببینید، پولند خب بسیار پافشاری میکنه که نباید کیف سقوط بکنه. وقتی کیف سقوط بکنه زنگ خطر برای ازملال و متلاشی ناتو و ایتالیا اروپا است و این گپ حقیقت هم داره، ولی یک سر فراموش نکنین، وقتی که شما فراموش نکنین مامون عزیز که ترامپ در روزهای اخیر حکومتش اکیدن بر غنی میگفت که باید المنده باید بتیم بر طالب، اون شما متوجه هستین این میفته المند باید داده شود جنوب افغانستان آیساته داده شود و این خود زنگ خطر عملا به صدا در می آورد که ما در پشت آن استاد نیستیم، شما بخواین و نخواین طالب میگیره و مترام شد. آل عین سناریو در رابطه با اوکراین عین با اون پیچیدگی های وضعیت و وخامتی که مثلا در رابطه با افغانستان اینا اتخاذ کردن، چون عملا آل غرب متوجه به این شده، شما صحبت های کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا را دیده در شروع بعد از 3 ماه جنگ عملا گفت که تقابل با روسیه یک خودکشی است، یک سوسایت است، یعنی یک نوع فکر میکنم که خودکشی سیاسی یا نظامی بر غرب باشه، ناممکن است. وقتی که نفر مثلا با ای از لحاظ قدرت و تهاجم توازن نظامی بسیار مشکل است که خود مثلا برابر بکنه با روسیه، ناممکن است. و شما دیدین در تاریخ دنیا هیچ وقت آمریکا و غرب بدون از هیتلر و ناپلئون در جنگ مستقیم با شوروی ها قرار نگرفتن و این خب. به این مفهومی است که من توجیه بکنم اینال اینجا غرب میخواه، غرب خواسته که آهسته آهسته پشت کیو و زلنسکی را خالی بکنه، اما تدریجی،
نمیتونه که یک دم بیا بوگ زلنسکی را که تسلیم شو برو بر پوتین یا میز مذاکره را بر چوکی خالی کو یا یک عملا عقب نشینی کو. اینو این خود از اینجا امر خود در جا برابر چی؟ در برابر چی؟ خب با... چی رو به دست میاره؟ خب بدون تردید که نال اینا میبینن خود در میز تفاهم عملا شاید امکان داره سر مسئله فنلند اینا به تفاهم برسن یا حتی سر مسئله افغانستان امکان داره به تفاهم برسن. تا در افغانستان هم رویدادهای اخیر به وضعیت نشان میده که خودش مترصد اوضاع می است که اگر وضعیت سیاسی در اوکراین رقم بخوره بدون شک مسئله افغانستان بسیار زودتر میتونه که در تامل بسیار روشنگرانه وضعیت شمار میشه و اینا به مو خاطر هم است که طالبان را هر روز مولوی سفارتام که خالی میشه یه خودش ارتباط داره به مسئله جنگ وضعیت اوکراین و اینا مسئله فنان هم شما دیروز دیدین که حتی کدام کشور بود من دیروز در فیسبوک نشر کردم که از این کشور اروپای شرق بود و ما حاضر نیستیم شامل ناتو شد بخاطر ازی شامل ناتو نمیشیم برای اینکه چنان نام میبینن که عین سناریو که در رابطه با اوکراین رقم خورد میتونه در رابطه با زیان قرار بخوره برای اینکه ما عملا مثلا میگن که دیگر حال وقت از این نیست که مثلا ما با پوتین از راه جنگ مجبور هستیم که پیش بریم مجبور هستیم یا مذاکره یا دیپلماسی و یا ای که عملا غرب خود آماده برای جنگ تمام عیار که حتی امکان داره با جنگ سیوم جهانی یعنی اساسا شباهت زیاد داشته باشه این حال مجبور است که یا غرب کوتاه بیاید یا ای که مذاکره بکنه و چیزی را باید بده. شما در هر کار در تعامل سیاست یعنی است که وقتی چیزی را شما یک نفر میخواین با چیزی را بتین دیگه غرب مجبور است که یک چیزی را در مقابل اوکراین بده. بسیار خوب، یعنی اگر قرار باشه برای سازش سیاسی برن بله که علائمش دیده میشه، یعنی تعامل سازش بر سر اوکراین، یعنی به معنای سازش بر سر افغانستان هم خواهد بود. خب بدون تردید که نقطه عطف از مسئله افغانستان شما تو آمده خب این حال سوال از دیگه جهت میاریم، اگر بر سر اوکراین تنش و شدت نظامی بیشتر شود، او تکرارش در افغانستان دیده خواهد شد؟ خب افغانستان به جواز نیرو خب نمیشه که مثلا شوروی هم یا روسیه را اون بکنن نیرو را ولی ادقل میتونه که ادقل نه 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 اردویش نه اردویش نیست کل چیز در دمی خود اوکراین هم یعنی اردوی نیابتی می جنگه اردوی شخصی می جنگه. یعنی در افغانستان وقتی که میگیم اردوهای نیابتی است، اردوهای کرایی است از داخل آسیای میانه، از داخل خود افغانستان. خب ببینید وقتی که القت تنگتر شود بر آمریکا و ناتو مجبور است که جبهه دیگه را عملا غرب و ناتو در افغانستان در آسیای میانه در تاشکند در ازبکستان در قزاقستان عملا بر ضد روسیه تا روسیه را مصروف از او بسازه امکان حتی شما دیدین که در شروع سال قبل قزاقستان وضعیت قسمی آوردن که روسیه مجبور شود کنجا برای نیرو روان بکنه. حالا این کار آمریکا اگر خود با یک بنبست جنگی ببینه با بنبست سیاسی در رابطه با اوکراین یعنی بیکار نمیشینه و حالا گفتم برتان که حالا یعنی مثلا پریروز بلینکن رفته در قزاقستان. بله درست است برای اینکه اونجا موجی از نارامی ها را میخواه که آیست آیسته و انکشاف بده تا ای که روسیه متوجه از اون شود و شدت مثلا توجه و افکار نظامی پوتین یا نظامی های روسیه را از اوکراین کاهش بده. این حال چون میفهمه نقطه ضعف روسیه را امریکایا غربیا فهمیده که هر گاهی که تشنجات داخلی در داخل جمهوریت های آسیای میانه در بگیره این بنوان یک تهدید تلقی میشه برای روسیه و روسیه را میتونه که از درون با یک تهدید عمده رو برو بکنه. ایناله در اینجا روسان بیکار نشدن حتی شما دیدین که امی جلسه آخره که داشتن اینا در رابطه با کشورهایی که شورای آسیای میانه بود عملا گوشزد کرد پوتین که شما رو تهدید میکنه عملا داعش از طرف افغانستان. یعنی بر پوتین دو مسئله است که چون اون میفهمه مثلا که اتمی تن یک کشورایی که در آسیای میانه است به شمول ازبکستان تاجیکستان عملا میفهمه که افغانستان تهدید واقعی متوجه از یک کشورها است، یعنی تحت فشار قرار میده به عنوان کاتالیست به عنوان عامل فشار یک کشورها را که مجبور هستند که از سیاست پوتین عملا حمایت باید بکنن. در غیر از او عین سناریویی که در افغانستان رقم خورد امکان داره در آسیای میانه رقم بخوره و این میتونه که با وضاحت یک تهدید واقعی دیگه از او طرف جنوب بر روسیه خلق شود. این حال اول چون مسئله اوکراین مهم است، اوکراین باید تا سال آخر یا تا می 6 ماه پایندی که می تا ماه دسامبر
امکان داره که اگر بیفتن باز میز مذاکرات به نتیجه نرسه، راه دیگه بر پوتین وجود نداره، مجبور است که پوتین با تمام توان خود تمام اوکراین باید فتح بکنه، اشغال بکنه. در غیر از او ناممکن است که بر پوتین مثلا با یک ما اتفاق میکنه در شرق اوکراین، او اگر خب میز مذاکره برن بس به اتفاق برسن و گپ جداست. یعنی ای طور که از جمع صحبت ها معلوم میشه که تشدید جنگ در اوکراین الزاماً به معنای تشدید جنگ در حوزه افغانستان و آسیای میانه است. یعنی این جنگ یک به اصطلاح یک خصلت رابطه دیالکتیکی با هم داره، همینطور؟ خب طبیعتا برای که شما ببینید وقتی که بیشتر هم گفتم بنبست برای گبر قدرت یا قدرت منطقوی مانند روسیه میتونه که بسیار قیمت تمام شود، یعنی بسیار گزاف تمام شود. وقتی که مثلا در سه جبهه عین کار مثلا شما ببینید اگر آمریکا در با چین هم شروع بکنه مثلا نه یک تهاجم نظامی رو و این طرف هم مثلا با روسیه، خب طبیعتا در سه جبهه جنگ نمیکنه. چرا؟ علت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چی بود؟ چون اونا افغانستان اما نیم کلا موندن، اما شما اگر مثلا دارن میگه آمریکا میشه 100 سال تر میکنه یک شام کل نه آخر راه میکنه، او جره ایراد کردن آمدن در اوکراین چون روسیه را خواستن، چون خواستن که افکار از شکست اخلاقی که عملا آمریکا در افغانستان خورد تا او را تحت پوشش قرار بدن، آمدن جنگ اوکراین آغاز کردن به ضد روسیه. ولی اینجا از سال 2014 کارها شده بود، یعنی وقت از این بود که روسیه اگر کمک سلنگاری میکرد امکان داشت که خود اوکراین این جنگش رو بکنه بر ضد گرفتن کریمیه و نقاط استراتژیکی که برای پوتین مهم بود و از خود اینا پیشدستی کردن و آل هم بر روسیه مهم است و هم بر غرب، یایی که برن به تفاهم برسن از لازم مذاکرات سیاسی بگن چیزایی را که روسیه میخواهد باید برش داده شود، خط سرخش شرق اوکراین است، کریمیه است، دونباس است، و یایی که اگر قبول نکنه وزلنسکی بگه نه من جنگ میکنم و مجبور است، اگر راهی نداره که باید پوتین باید اشغال بکنه تمام اوکراین و تا امکان داره که بلاروس عملا داخل جنگ شد. اینال شاید ما با یک باریکی دیگه میشه در روابط جمهوری خواه به رهبری ترامپ با روسیه وجود داره. ترامپ از این حاله که یک سال به انتخابات بعدی امریکا مانده اشاره میده که به مجرد که ما در انتخابات پیروز شدم اما فردا جنگ ماشین جنگی اوکراین استاد میشه. ایره یعنی این با پوتین اونا در تماس هستن، خودش هم هیچ پنهان هم نمیکنه. این حال پس به پس یک سال مانده، در این یک سال آیا به این معنی نیست که روسا امو نقاطی را که باقی مانده در نقشه قبلا تعیین کرده بودن، مشخص کرده بودن که ما بگیریم در شرق اوکراین به شمول بحیره سیاره، اونو را تا یک سال کامل بگیره و همزمان شوه امو فتوحات روسیه همزمان شوه با پیروزی جمهوری خواه در امریکا و اونا اعلان بکنن که جنگ تمام. یعنی ایتور یک سازش سازک وجود نداره؟ بسیاری بعید به نظر میرسه ما اون زبردی که اگر ترامپ مثلا به بسیار مشکلات عدیدی داخلی خود داره، درست است که مسئله اوکراین یک مسئله بسیار چالش برانگیز برای غرب و برای کارهای پیشوری هر کس که مثلا به چی ترامپ بیای است، اما نمیشه که مثلا یک شبه یادم بیه بگه مثلا جنگ ختم ایران میکنم و با اتفاق با پوتین میرسم، برای اینکه یک چیز دیگه هم هست خود نمی از لحاظ روانی، از لحاظ روانی وقتی که نمی آدم عزال میگه، عزال میگه میگه من رئیس جمهور می بودم هرگز جنگ در نمی گرفت. از لحاظ روانی وقتی که جمهوری خواه پیروز میشه این ماشین جنگی اوکراین پشتوانه خود دست میده. نی خو یک گپ دیگر هم گفته بود، چندین گپ دیگر هم گفته بود، ترام اگه تا باشه گفته بود من دیوار مکسیکو رو برند میکنم که دیگه ماجری نت درو کو دیو از دیوار ما چیز امروز نمیبینیم. 4 سال هم رفت و آدم بود در درس جمهوری ولی کار این پروژه نه، منظور از این است که جنگ به نفع امریکا نیست، خرج داره، منظورش است که تعامل کنه. این حال بود یک چیز دیگر به نقطه خوبی شورا کردن، اجازه بدیم برای تنمیر من تشریح بکنم که نال مثلا در رابطه با جنگایی که به منافع بر ضد منافع ملی امریکاست بزنی دموکرات ها و جمهوری خواه متحد میشن. امروز اینا یک قانون پاس کردن که بررسی کردن وضعیت حزب کمونیست چینه که آیا
در چی حد است و چی استراتژی داره بر پیش برد جنگ. این حال بود اونجا مسئله دموکرات و جمهوری خواه نمی باشد. اگر مثلا شما اگر ببینید در افغانستان این تاجم که اگر شده بود اونجا کل مردم به عنوان از این که چون منافع ملی افغانستان یک کشور در خطر است بود همه یک جا اتحاد میکنه. این حال در امریکا این کار است. اگر عملا ببینه که امریکایا وضعیت مثلا که اوکراین به طرف یک در ایجاد روابطی که مثلا بتونه که امریکا حیثیت و آبروی خود عدس بده مجبور است که جمهوری خواه و دموکرات ها اتحاد بکنه از لحاظ اتحاد فکری یک جبهه منظم را شکل بدن تا اینکه شکست بدن. ولی این بسیار ناممکن است دیگر. من پیشتر هم گفتم که حتی خود از یا امروز اعلان میکنن حتی در سناتورای در پارلمان که نمیشه که ما این جنگ با روسیه مستقیما در یک رویارویی قرار بگیریم. مجبور هستیم یا مذاکره و یا ای که حداقل تبل جنگ تغییر بدهیم و زلنسکی را وادار بکنیم که انعطاف بکنه با پوتین. در غیر از اون اینو اگر جنگ آغاز بکنن برتون میگم حتی دیروز پوتین خودش گفت که آل از اصلاح من فکر میکنم گایس هایسته پوتین وارد یک فاز جدید نظامی میشه. از لحاظ تجهیزات من فکر میکنم در ظرف یک سال اوتر که استفاده میکرد پوتین آل از اون تجهیزات کهنه دیگه استفاده نمیکنه. آل حتی دیدین که دیروز تیارای من فکر میکنم که نو وارد میدان شد که حتی اگر دافع اوای اوکراین اگر آنقدر قوی هم باشه میتونه که پرواز بکنه و اصابت نتونه بکنه بر تیاره و از نقطه نظر هدف استراتژیک اهداف نظامی رو میتونه که مورد اصابت قرار بده. این تیاره رو وارد جنگ کرده. اینا لینا سر تولید سر نه نه سر تولید اسلحه جدید و سنگین میه. ما بر فعلا این چند ماه بای طرف با یک ادبیات تانک ها مواجه هستیم. ادبیات تانک ها در میدان جنگ و همزمان حجم تولید تانک در روسیه این گرافش روز تا روز بالا میره. بله. این وقتی که تا یک سال دیگر جنگ بسیار به نقطه های اساس بکشه و بسیار پرتلفات هم باشه و حجم تولید تانک ها هم در روسیه بالا بره هم در طرف مقابل بالا بره، پس اونجا امکان یعنی چانس رسیدن به یک تعامل با یک معامله که آل میسر است او وقت بسیار با مشکل است که میسر شود. باز هم به طرف مقابل مشکل می باشه هم به این طرف به خاطر از اینکه مصرف به اندازه اینا بالا می برن که اما تاوان و مصرف یا مثلا حاصل و مصرف باید یک فتح تازه باشه و اینجا اینقدر تانک که تولید میکنه روسیه شما فکر میکنین که دمی خطی که تعیین کرده در اوکراین شرقی اینا استاد میشن؟ تصور بکنین که مثلا در یک سال این 200 هزار نفر دیگه هم تلفات داده باشه. خب بنال یک چیز دیگه هم است که اول خب غرب امیال متوجه از این شده که ارسال تسلیحات و تجهیزات کارآمد نیست در رابطه با این که در خط اول نبرد کارگر بفته در رابطه با پیشروی. چون اینال ببینید که همین تانک های لیوپارد شما میگین تا دیروز اتفاقا یکی از تانک ها را روسا زدن و در یک جای اتلاشه از رو نشان دادن که چون حال بسیار اساس شده و چیزی که یک مسئله مهم هم میخوایم اشاره بکنم که حال همین جنگ اوکراین یا جنگ روسی عملا در او داخل است حیثیت جنگ میهنی رو برابر روسا گرفته و اینجا نشانیست ها و ناسیونیست های روسیه دیگه درست مانند جنگ دوم جهانی را باید فکر میکنم باید گروهی بسیار بالا و با یک مورال بسیار بلند پیش میبرند. حال دیگه بر از اون مطرح نیست. حال من فکر میکنم که اوکراین اصلا مورد بحث نیست. زلنسکی مورد بحث نیست. مورد بحث کسی است که اروپاست، آمریکاست، ناتو است. اما جبهه جنگ دوم جهانی است منفی به ای که آمریکا او طرف است. فرقش همین است که در جنگ دوم جهانی با خود نکته خوب شما شرکت امام عزیز در اونجا همین متحدین امرای شوروی ها یک داشتن بر ضد هتلر و آل برعکس از اون ناتو و امریکا در پشت آزوفا و ناسیونالیست ها قرار داره و میخواد یک روسیه را تضعیف بکنه. این که بایدن عملا میخواد یک جنگ به درازا بکشه دو هدف استراتژیک که تعقیب میکنه، روسیه را تضعیف بسازه، روسیه را از لحاظ برد اقتصادی مجبور بسازه که دیگه در داخل خود روسیه یک نوع اختشاش و یک نوع کودتا مثلا شکل بگیره که تا مردم به جاده ها بریزن. ولی ناممکن است. برای اینکه من پیشتر گفتم دولت حیثیت جنگ ناسیونالیستی و میهن پرستی
اساسا در روی هر روز ای پدیدار شده. این حالا مشکل است که غرب بیا بگه که ما دموکراسی را در اوکراین آوردیم و این پوتین است که مانع پیشرفت دموکراسی در این جریان شده. از این گپا که حتی در افغانستان نچلی توی خید نمیچله. واضح است نمیچله. بنا یک دیگه بگویم، همین اعتصابات که آل دیر و دفته دیگه در درزدن آلمان شد این بسیار تاثیرگذار است، برای اینکه تمام یک بخش از اعضاب چپ پارلمان بوندستاگ آلمان گفتن که مردم که دولت آلمان عملا بر مردم ما دروغ گفتن. عین یک چیز اشاره بکنم براتون مامون عزیز که در افغانستان هم اینا بر مردم خود پارلمان آلمان دروغ گفته بود. همین نیروی را که اینا روان کرده بودن در شمال افغانستان به عنوان نیروی جنگنده نبود، یعنی نیروی رسمی نبود، گفتن ما میریم برای بازسازی میریم، ولی پس برای اینکه بعد از جنگ دوم جهانی آلمان باید فاقد ارتش میشد، برای اینکه متهم شده بود نه برای تعرض. اینا اینا بر مردم خود دروغ گفته بودن. اینا مجبور بود که دیگه بوندستاگ یا یک نیروهای خود قبل از اینکه آمریکایی آغاز بکنن بکشن اون وقت این مسئله زیاد یعنی پروازه میشد، مجبور بود که آلمان ها یا بر مردم خود راست بگویند، حقیقت بگویند که ما این نیرو رو روان کردیم بر جنگ ضد طالب و یا یکی مجبور بودن دیگه منحل بکنن. اینا همین کار در آلمان اساس ها این مسئله بسیار شکل میگیره که این تجهیزات که اینا روان میکنن که به خاطر از اینکه میگن ختم جنگ و صلح بیا این اساس ها هر آلمانی فهمیده، حتی دا ایتالیا شما دیدین تظاهرات اینا ای از این است. این میتونه که برد موفقیت آیست آیست به طرف پوتین رقم بزنه و پوتین هم براحت بده و در این صورت در طرف غرب و ناتو آیست آیست یک شکاف عمیق ساختاری به وجود می آید که اینا در رابطه به این که اذهان دنیا را افکار عامه دنیا را اما تا که در جنگ افغانستان مجاهدین نگفتن که اسلام در خطر است جهاد از برین جهاد بکنید، ولی عملا وقتی شوروی افغانستان را ترک کردن همین جنگ ادامه داشت، چون خود امریکایی ها مانع مذاکرات ژنو بودند. در حقیقت شما ببینم کتاب ایرک نشته شده بود ادامه جنگ در افغانستان خود امریکا بود که مانع مذاکرات ژنو میشد. حالا عین کار در مسئله اوکراین شما امروز دیدین که زلنسکی امروز گفت که امکان داره که در رابطه با میانجیگری چین اگر بکنه ما حاضر هستم که برم گپای چین بشنوم رئیس جمهورش یا رهبرش چی میگه، اما بایدن فورا اعلان کرد که نه، این مذاکرات به نفع پوتین تمام میشه و نمیتونه که در تغییر وضعیت جنگ یا از لحاظ سیاست چیزی را تغییر در اوکراین بیاره. این خود به خود پوتی بباشن بایدن بازنده است، مثلا این بایدن میفهمه که در از لحاظ استراتژیک در این جنگ شکست خورده و نمیخواه هم که این شکستش مثل درست مثل افغانستان اینه که این درست مثلا عملا بگوه بر دنیا که واضحا ما شکست خوردیم. موضوع مثلا انگیزه انتخاباتی هم هست حزب دموکرات که مثلا ورشکستگی خود اعلان بکنه بدون با دست آوردن کدام دست آورد باز بسیار به صورت می بازن. این اکت ها انتخاباتی هم میتونه باشه، اما اکت ها انتخاباتی در میدان جنگ چی تغییر میاره؟ خب ببینید نال در انتخابات هم وقتی که از لحاظ سیاست خارجی هر یا چی دموکرات ها باشه چی جمهوری خواه باشه وقتی که اینا میگن که شما در جبهه اوکراین پوتین تانست که شما را شکست بده، این میتونه وزنه سنگین را در تاریخ سیاست آمریکا رقم بزنه برای هر رئیس جمهوری که بوده، چی بایدن بوده یا چی جمهوری خواه بوده، برای اینکه اینا از لحاظ سیاست خارجی شکست خوردن، یک شکست در افغانستان و یک شکست دوم در اوکراین. این میتونه که بسیار 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 برای اینا سنگین تمام شود و برای اینکه اینا به خودشان عملا با بنبست مواجه هستن. بسیاری کسانی که روسیه از لحاظ تجهیزاتشان تجهیزات کهنه است از دوره شوروی است، خب پس اگر تو باشه از ناتو خود عملا مثلا بسیار با تکنولوژی قوی است، خب پس چرا اینا شانه خالی میکنن؟ یعنی چرا مثلا زلنسکی یا عملا تیم آزوخو را کمک نکردن در این جبهه باخمود که از لحاظ ارزش های تاریخی بسیار مهم است؟ ما فراموش نکنیم که وقتی که گورباچوف آمد در دهه 90 عملا گفت که دیگه شوروی وجود نداره، آل با عملا پوتین میگه خودش که ما قاعده سیاست در دنیا تغییر دادیم، یعنی یک انقلاب را به وجود آورده. چی خواهد که این انقلاب مثلا مقدمهش پوتین آغاز بکنه یا شی جی پینگ آغاز بکنه چین آغاز بکنه، ولی حالا به سرعت ما شاهد یک تغییر وضعیت در سطح دنیا هستیم. اما مشکلی نیست که این جنگ اول ما از اوکراین شروع کنیم یا از افغانستان شروع کنیم از جبهه افغانستان شروع کنیم، ولی دنیا در یک چرخش سیاسی عمیقا وارد شده. مامون عزیز بنابراین یک چیز است که آمریکایا به این آسانی عقب نمیشینن. غرب 300 سال اربابی کرده در اقتصاد و بر دیپلماسی و روابط دنیا، با آسانی اینا جا خالی نمی کنن که مثلا بگن که نظام تک قطبی تمام شد
نظام مثلا چند مسیره و چند محوری به وجود میاد. این به آسانی چنین نیست. ما در یک چیز فکر میاد که بفرمایید. آیا یک آتش بس احتمالی در اوکراین، یعنی یک نوع در دادن آتش دوباره در افغانستان نیست؟ او جنگ خب اگر شکست میخوره به این طرف، مگر ای که در این آتش بس اوکراین یک چیز گیر از اینا بیایه، یک چیز به دست بیاره. یعنی ما در فکر میکنیم که امریکا چرا میخواه به دست بیاره اگر آتش بس کنه. خب ببینید، اول که اگر امریکای حاضر شود که مجبور بسه زلینسکی که آتش بس بکنه و طرف روسیه را، خب این خود به خود میتونه که یک شکست اخلاقی را باز برای امریکای رقم بزنه، چون امریکای اول منو فرض کرد اخلاقی که نیست، آتش بس شکست استراتژیک است. به خاطر طبیعتا اینکه در طبیعتا اروپا اونجا یک خط میفتن شبیه دیوار برلین، یعنی دمی اوکراین از یک شبیه دیوار برلین پیدا میشه. او خب هرگز ببینید، به معنای صلح نیست. واضح است، اینال ببینید، ولی نتیجتا اگر هر دو طرف بفهمند که منافعشان در دیالوگ است، در آتش بس است، هر دوشان به تفاهم میرسه. حتی امی روسیه اگر بفهمد که ما سبا منافع ما در آتش بس است، امکان داره که به کنار به، اما به هیچ عنوان از شرق اوکراین تیر نمیشه، یعنی خط سرخش است. من پیشترم گفتم که اوکراین برای روسیه، برای شوروی دیروز هویت سیاسیش است، هویت اجتماعیش است، هویت فرهنگیش است، به هیچ عنوان تیر نمیشه، ولو که به هر اندازه که شده. برای قبلا هم گفتم که اوکراین بسیار مهم است، بسیار مهم است از هر لحاظ، ولی اینجا چون فهمیده آمریکا که نقطه ضعف روسیه را در اینجا پیش بینی کرده که اینا وقت بعد از سال 2014 که عملا کریمیا را اینا دست دادن، یک نوع سرمایه گذاری سیاست گذاری بسیار متعدد را کردن تا اکمال بکنن زلنسکی را و تیمش و آزوفا را که آماده شوند. اینا وقتی که غرب دید که ما باید، اما تا یک مثلا من میخوام بگم، اما تا که پوتین نمیفهمید که جنگ به درازا میکشه، وقتی که حمله را شروع کرد در 23 سال گذشته، دید خود با یک حمایت مردمی در اوکراین، دید عین کار اشتباهی را که آمریکایا کردن، یوم فکر نمیکردن یک ناکامی امروز مامون عزیز برای آمریکایا قسمی است. مجازا بتیم برتون بگویم که عمل آمریکایا نتونست که پوتین مانع پیشروی شود، این خودش یک شکست استراتژیک برای نمیشه، آمریکا. به خاطر از اینکه او با یک ماشین جنگی بسیار واضح دیگه استخاندار است که او گپ ساده نیست. وقتی که حمله میکنه او تمام جوانب سنجیده. اما یک گپ است، این تولید تانک ها که قدر حجمش بالا میره، این تولید تانک ها، مثلا تصور بکنین که 2 سال دیگه جنگ به می شکل دام کنه و سطح تولید تانک به 10,000 برسه، باز بعد از اینکه گویا که این آتش بس خلاص. این به معنای یعنی تولید جنگ برای جنگ پس از سازش اول نخواهد بود. میخوین الان اینا یک نکته استاد بازی، نمیشن، به خاطر از اینکه امی دیوار خطی که کشیده میشه، تمامی آزوفای چیز منطقه باز میاد پشت مو خط، او متوقف نمیشه باز. درست از اینا وقتی که شما در رابطه با وضعیت تولید تانک ها گفتین، خب وقتی که روسا خدا در یک وضعیت بد ببینن، مجبور هستن که شب و روز تولید بکنن، برای اون مهم نیست، چون اونو آپدیتش دادن مامون. ما که در شوروی مثلا بودم، تاریخ شوروی مثلا ما خودیم در جنگ دوم جهانی، حتی امیل بعض شورای است که از لحاظ استخباراتی من نمیتونم افشا بکنم، شورای وجود داره که زکلیت است، یعنی بسته است بر روی مردم، اونجا کسایی زندگی میکنن که عملا در تاکبی از در منزل پایینش در اون شارا عملا تولید میشه هر روز، اما تو که آلمان مرسدس تولید میکنه مثل قطره چکان، ولی در شوروی سرا تولید میشه. حتی در وقت جنگ دوم جهانی خود استالین دستور داده بود وقتی مردا به جنگ میره، باید خانما باید بشینن سلا جور بکنن در فابریکا مصروف شوند. این وقتی که وضعیت بره به اون طرف دیگه بر روسا مهم نیست، بر از مهم است که ببینید، دفاع بکنن. همین اسنادای پس از استالین که بله بعد از فروپاشی اتحاد شوروی از آرشیفای کرملین برآمد، بله استالین عملا لاورنتی باریا را گفته بود که کاملا به جنگ سیوم جهانی آمادگی گرفته بود. اسنادای خود آرشیف چیز در چندین کتاب که نشر شده من خواندم که استالین میگفت که زبان دنیای سرمایداری زبان مفاهمه و دیپلماتیک نیست، آماده باشین. یعنی اونمو خطی که برلین از غرب از شرق جدا کرده بود، اونمو خط موقتی بود از نظر درسته استالین.
درست 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 اینا بنان ببینید بنان عین چیز، عین رویه، عین به اصطلاح وضعیت پیش آمده. تمامی اونمو کارخانه های عظیم امی به اصطلاح کاربرد اصلی خود دوباره از سر گرفته. و اگری بسیار گپ کلان میشه، پس جنگ دی خط باقی نمیمانه. ببینید دو سناریو وجود داره. اما تو شما گفتید یک مصبی غرب غلطی بوده که اشتباه غرب آمریکایی ها فکر کردن که پوتین درست مانند صدام حسین یا قذافی در ظرف یک هفته از داخل فرو می پاشه، با توجه به وضعیت اقتصادی بعدی که در روسیه مثلا یا فکر میکرد او در گفته نبود. کار بسیار مهم را کرد پوتین، رئیس بانک مرکزی خود یک آدم را گرفته مامون عزیز که واقعا از لحاظ توازن محاسبه مالیاتی ارزش روبل بسیار بالا نگاه کرد و این بسیار کمک کرده برای پوتین. یک خانم است من اسمش یادم نرفته که تونسته کمی توازن، گرچه یه آدم مالی نیست ولی بسیار و خوب نگاه کرده. شما یک سال است که از جنگ تیر میشه ولی شما ببینید که وضعیت اقتصادی در روسیه آنقدر متشنج نیست اطور که در اروپا است، اطور که در اروپا است، در امریکا که ما هستیم. خب شما از میرین خب اینا یک اینا چیز در از نظر اطلاعاتی اگر ما ببینیم ای به اصطلاح پول پمپ میشه از جای خب دیگه. نه خود درست است، برای اینکه اما قدر شما فراموش نکنید که مامون عزیز که پوتین آنقدر تیل فروخته، آنقدر تیل فروخته قبل از اینکه او محاسبه خود کرده بود. او آدم استخباراتی است، کسی که مثلا ببینید او از سن 16 سالگی که در کاجبه عملا مامور بود و در آلمان شرق وظیفه اجرا کرد، او پیش بینی خود کرده بود که من اگر جنگ آغاز بکنم مثلا با این می وضعیت روبرو میشم، تحریم های سنگین اقتصادی غرب امکان داره که کمر مرا بشکنانه، ولی او فهمیده بود و مولاد او پیش بین بود و آمادگی خود داشت. یعنی به جای پوتین یا به جای کشور اگر کسی دیگه نی بود، من پیشتر گفتم اشتباه غرب چی بود، یا فکر میکردم که ما تنها با بدون فایر از داخل شوروی را یا روسیه را از هم میپوشانیم، یعنی میره به طرف متلاشی، در حالی که محاسبهشان غلط بود. و امروز آستاستا عکس مسئله شد. امروز مثلا شما میبینید که از لحاظ اقتصادی و توازن برگاه اقتصاد روسیه در یک جایگاه بسیار بالای قرار داره. این غرب است که آستاستا میره به زمین میشینه. شما امروز اروپا را ببینید، ببینید قیمت نرخ مواد خوراکی را ببینید، مواد ساخته را ببینید، تیل را ببینید. آساسا امی عجم عظیم اسلحه وقتی زمان سرازیر میشه به اوکراین، ای خود به خود تورم ایجاد میکنه و وضعیت اقتصادی در اروپا آیس آیس بسیار تغییر شکل میده و این مردم هم میبره به خیابان و مردم مجبور است، چون ببینید در جامعه غربی مردم حرف اول میزنند، در کشورهایی که عملا از لحاظ ساختار دموکراسی مردم بیش از حد نقش برازنده را دارند. و اگر غرب اشتباه خود از امیال استاد نکنه و متوقف نکنه و با سیاست غلط خود نقطه پایان نگذاره، ما بعید میدانم که غرب بتونه که در تاثیر گذاری از این که کل دنیا را به ضد پوتین منسجم بکنه اشتباه میکنه. این کار نمیشه و ما میریم به طرف یک انقلاب کبیر فرانسه که عملا در کشورهای اروپایی آساسها و وضعیت به طرف بردن که در مقابل حکومت ها چند استاد شدن و این آساسها در شکل گیری ما امروز مقدمه شده در آلمان دیدیم، در ایتالیا دیدیم، حتی در خود انگلستان ما میبینیم که قیمت ها بسیار بلند میره و این میتونه که حکومت ها رو سرنگون بکنه. از روز این پیش بینی رو پوتین قبلا هم کرده بود. اینا چیزی که مهم است، یکی است که باید پوتین در داخل پیشتر هم گفتم که ادبیات جنگ باید تغییر بده. وقتی که اگر ببینه که مذاکرات به نتیجه میرسه آیس آیس باید لحن تغییر بکنه. اگر میبینه که انوز هم غرب پافشاری میکنه، اسلحه روان میکنه، تجهیز میکنه، مزدورها رو روان میکنه. امروز شما ببینید حتی در نفرهای ببینید از پولند عملا اساکر مزدورش در جنگ اشتراک داره. این در مجموع امروز غرب، آمریکا، ناتو مستقیما با روسیه در جبهات جنگ است و از ارتش اوکراین چیز باقی نمانده، تنها صرف آزوفوز و کسایی هستند که سرسپرده هستند و اونا با یک وعده بسیار عمیق سیاسی در مقابل پوتین آراسته شدن، یعنی بله آماده بله شدن، عیار هستند. عیار هستن. اینا از اون روز جنگ بدر هزار کشیده، یعنی خود ارتش اوکراین اصلا وجود نداره. و شما ببینید موج از گسردگی مامون عزیز در داخل اوکراین، شما ببینید مردم به قطارها استاد هستن، نان پیدا نمیشه، وضعیت اجتماعی بسیار فقر اقتصادی درست مانند امروز مانند افغانستان، تنها شاخهای بزرگ اونجا دیگه حکومت وجود نداره. خب طبیعتا. ما تشکر از بحثی که در این ارتباط کردیم، معلومات هایی که دادیم، یعنی معلوم میشه که دیگه در او حوزه در مناسبات امروز بین المللی همو گپ اوریان و فالاچی است که دیگه جنگ صلح و دیگر هیچ، یعنی از خب عزیز برای
برای که بباشه یک مسئله دیگر ما میخوایم براتون بگیم که حالا آستوستا دست اولیگارشگرا از روسیه آستوستا از تصمیم گیری ها در جنگ گرفته شده. حالا دیروز ما یک خبر دیگر شنیدم که قدیروف عملا یک ارتش درست مانند واگنر جور کرده، خود چون میفهمه که یعنی زیاد کارساز بوده، درست کپی واگنر و واگنر بله، او همچنان بچه چنان آهسته آهسته میسازن. واضح است. اینا فقط من فکر میکنم که این جنگ امکان داره یا 6 ماه دوام بکنه یا 3 سال. این دو چیز، دو سناریو من پیش بینی میکنم. 6 ماه به خاطر از اینکه تا ماه نوامبر یکی از روزنامه های آمریکایی دیروز خودش گفت که ما شکست میخوریم، مجبور است که زلنسکی خود تسلیم بکنه بر پوتین و یا ای که غرب بره به طرف یک سازش سیاسی که یک از لحاظ آبرومندی بر آمریکا یا مانند افغانستان این جنگ را یک تمام چیز است که نکنه. تسلیمی زلنسکی در این جنگ، در این نقشه را که آدم میبینه، تسلیمی زلنسکی به اصطلاح در این جنگ از نظر اهداف خود و مثل ما شما که میگیم یک دان نسوار است به پوتین. وضعیت طور است خود او، زلین اما به اصطلاح آینده جنگ به طرف اروپا، حتی به طرف ممکن است به طرف پولند بره. خب ما این باید برای البته چیز برداشت های هر کس فرق میکنه. یکی پولند هم از یکی ما در ما آینده امکان داره که شی جی پینگ به مسکو بیه و این زنگ خطر بر آمریکا امکان داره بنوازه. برای اینکه پیشتر خوب بسیار در جنگ یک سال قبل به طور شکننده حمایت چین از روسیه بود و آل عملا چون خود چین دیگه میفهمه که جنگ اصلا غرب و ناتو نمیخواد که متوقف شوه و از اون لحاظ یک نوع تغییرات روحی در عرصه متحدینی که عملا میخواین در پشت پوتین استاد شوه این دیگه آیست آیسته معلومدار میشه و شاید هفته آینده یا ماه آینده رئیس جمهور چین عملا وارد مسکو شود و میتونن که بعضی مثلا تفاهمات گزلاز بتونه که تحریم های اقتصادی را بسیار کم وزن بکنه و این میتونه که در تاثیرات جنگ نقش قابل توجهی را برای روسیه داشته باشه و این میتونه که مشکل خوب شاید باشه و میانجیگری باشه، شروع باید طبیعت میانجیگری باشه. با تشکر از شما. و این میتونه که برای آمریکا بسیار ناراحت کننده باشه چون یک متحد استراتژی که بسیار قوی که خودش اراز داره همین بالونای که چند پیش در آمریکا آمد اینا تجسس میکنن، معلوم نیست که اگر این واقعیت داشته باشه پس به این مفهوم است که آمریکایی ها آیس آیس کنترل اجتماعی رو در سطح دنیا عدس میتن دیگر. یک طرف با روسیه اینا مجبورتن در جنگ باشن و یک جبهه دیگر مثلا در چین باشن، اتا هند هم عملا بلاروسش ما امروز ببینین این تانسته که سیم بارون اقدر دیگه امپریالیزم اقدر زیاد صادم نگیره. با تشکر از شما. دیده شما به می مجبوری هستیم که یک تغییر وضعیت در سطح دنیا به مردم خسته شده. استعداد امپریالیزم بسیار درخشان از این قسمت ها. خب دیده شما که ما ببینیم برای اینکه مردم واقعا می خواهی خواهان یک تغییر وضعیت در سطح دنیا هستن. چی ما چی شما بازی است. برای اینکه همه که می خواهی تغییر بیایی. دو چیز هست. بزنس بازی. گیم بزنس. و اجازه بدید من نقطه آخر برتون مهم نیست بگم که اگر شوروی وجود می داشت امروز افغانستان به این وضعیت نمی رسید. من برتون میگم تمام مردم باید بشنوه، اگر شوروی وجود می داشت افغانستان به همین شکست شوروی باعث از این شد که سلطه‌گرایی آمریکا بر تمام کشورها به طور واضح آشکار شود چون یک خود شکست خورد. شوروی اگر نیست امو افکارش است برای پوتین یک بروت استالینی بده چی تفاوت میکنه؟ نه خب بسیاری کسا با تنه میزنن که افغان هایی که از پوتین حمایت میکنن خصوصا جنای حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا جنای پرچم. من فکر میکنم من به صراحت میگم که هیچ وقت ما تخم سبت های خود مثلا هیچ وقت خود در مصبت پوتین نگذاشتیم به این مفهوم نیست مثلا خواب بگه پرچمی ها را که سه دفعه دیگه هم تولد شد و طرف مرگ برد همو آجندایش از دیگه نمیشه. برای اینکه مجبور است که تغییر وضعیت به یعنی به این مفهوم نیست که ما مثلا از پوتین حمایت میکنیم، به این مفهوم است که سواد در گوشی از قدرت یک بخش از جنای حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید باشه. نه به این مفهوم نیست، برای اینکه کاملا پرچمی ها بسیار در بین خودمیت منفرد زاده هم دارن که دیگر میت بلا تغییر است. معمولا گفتم چون پوتین فاقد یک ایدئولوژی مشخص است که مثلا در دوره شوروی بود ما یک الگو داشتیم مثلا از حزب کمونیست، ولی متاسفانه پوتین با اون نرفت و میام که دلیل شکست یا حداقل شکست ما نمیتونم برش بگیم، دلیل عاجز بودنش است مثلا نتونست یک اجماع را در داخل بین چپی ها ایجاد بکنه.
اگر این با یک ایدئولوژی یا با یک طرح معقول مانند یک الटरनेटیو در مقابل امپریالیسم آمریکا می داشت، امروز تمام چپیا به صورت علنی در پشت پوتین ایستاد میشتن. ولی امروز ما میبینیم که بعضی ناسیونالیست ها هستن، بعضی ملیگرا هستن که عملاً از پوتین حمایت میکنن، و این به این مفهوم نیست که تمام جنای چپ در پشت پوتین است و به خاطر ما از پوتین حمایت میکنن. این واقعا بله بله یک معلوم تعبیر بسیار نادرست است. معلوم بسیار است. تشکر اما جان. هنوز همون تکیگاه سوسیالیسم از دست رفته است. خب ببینید در دنیا هم هر چیز امکان داره، اما طور که مثلا سیورا فکر میکردن شوروی شکست نمیخوره، شکست خورد، اول امریکا شاید شکست بخوره، امکان داره دوباره نسل جدیدی که عملا بتونه که اساسگذار یک تیوری جدید، یک فلسفه جدید باشه تا دنیا را از این معرکه امپریالیسم نجات بده، امکان داره باز دوباره مطرح شود، امکان داره در افغانستان مطرح شود، امکان نیخو داره در امو آسیا. سوسیالیسم واقعا موجود هنوز در ذهنیت ها هست. واضحاً واضحاً و ای کاش که سوسیالیسم امروز می بود، واقعا ما به این وضعیت نمی رسیم، ولی متاسفانه چون نام فیل کردن، اشتباهات خود را داشتن، چیزی را که مارکس می گفت عملا تطبیق نشد، چیزی را که لینین می گفت تطبیق نشد، متاسفانه استالین آمد دکتاتوری رو آورد، بعدش برژنف آمد، یعنی آدمایی آمدن که اینا عملا رفتن به طرف اولیگارشگری و زول آزم بگن می گفت ما باید شاید اگر استالین به طرف امو برنامه اقتصادی نپلینن دنبال میکرد، شوروی واضح پا نمی سوال گرفت. شوروی پا نمی گرفت. خب بلا اینترست چرا؟ جادوی بازار آزاد و دموکراسی بسیار خطرناک است. ببینید یک اشتباهی را کرد در آخر وقتان بگیم، لینین هیچ وقت نمیخواست که بعد از خودش استالین قدرت سیاسی بگیره، حتی یک نامه نشته کرده بود، شاید شما بخونید یک نامه نشته کرده بود که ما خواندم او را، ما خواندم ما عقیده ما ایست که اما استالین نسخه خود لینین است. خب درست است. ولی این را به طرف دیکتاتوری و وضعیت قسم آورد که آیسایسته کسایی که عملا انقلاب اکتبر را مانیفیستا را امایت میکنن آستاسا اونا در سر شدن. این کار را که آفیز رامین در افغانستان کرد و بیراه برد، این کار استالین کرد. گرچه بسیار مشکل است که مقایسه استالین ما با آفیز رامین فوقت بود، او بسیار در یک گستره کلان طبیعتا، مطالعه ولی میشه. از لحاظ اشتباهات عین کار اینا کردن. بعضی لحاظ من فکر میکنم که ای کاش که می بود یا تروتسکی می بود که بعد از لینین قدرت سیاسی رو میگرفت، او واقعا یک آدم خارق العاده بود. نمیشد به خاطر اینکه آدم کتابی، آدم واضحن. کتاب زده رهبر عملگرا نمیشه. واضحن واضحن. تروتسکی رو ما تمام چیزایش ما دیدم، خواندم نظریاتش، اما مثل بس خب وقتی که انقلاب اکتبر شد، یعنی کاملا شوروی معاصره بود، کاملا معاصره بود، بله بله خود از معاصره کشید. دوم تصفیه داخلی، خب اون تصفیه داخلی مو باعث استحکام قدرت مرکزی دیکتاتوری شد که مو گپ تروتسکیس میگه که ارتجا با قدرت رساندن یک دیکتاتور از انقلاب انتقام گرفت. اما بیاین ببینیم که انقلاب بدون دیکتاتوری ادامه پیدا میکنه. موازی در بسیار جای در بسیار جای لازم است. همونطور پروسی اگه استالین دیکتاتوری نمیکرد جنگ جهانی دوم نمی بود، واقعا همونطور است. یعنی بسیاری کسا تو ببینید نقطه خوب من میخوام اشاره کنم در اخیر که ارتودکس چرا در بسیاری کلیسای شما در روسیه در شوروی ببینید عکس استالین تا بالا است. به خاطر مامون عزیز که من تعریف روسیه را براتون بکنم، روسیه از سه چی ساخته شده این تعریف شده. اول اعتقاد نزدیکی روسا با مذهب ارتودکس که طبیعتاً حتی پوتین معتقد به او است، همیشه در کلیسا میره و حمایت ارتودکس ها را گرفته. دوم تعریف روسیه چی است؟ که شوروی باید روسیه همیشه یک کشور مقتدر باید باشه و در مقابل غرب باید استاد شود. یعنی روسیه تعریف روسیه از این سه چی شده که حمایت طرفداری از ارتودکس یک رابطه باید وجود به دوم روسیه یا شوروی یک ابر قدرت بسیار مطرح باشه و سومی که همیشه در مقابل غرب باید استاد شود. اگر این سه چیز ارتودکس فکری همو داعش از دیگه داعش اسلامی به او حالا من امکان داره تعریف شما باشه، ولی من تعریف چرا خواستم بکنم که چه اصلا در قرن 16 و 15 ما یک روز بس خدا باز نمی زاویه ها میکنیم سعید هزار دفعه کسایی که در فیسبوک بر من نوشته میکنن که چرا شما پشتی و پوتین میکنین شما چپی ها، من باز میگم که ما هیچ وقت همین تخم خود در صحبت پوتین نمانده و نمیگذاریم به این مفهوم نیست مثلا ما پوتین حمایت بکنیم به خاطر اینکه ما در قدرت بیم ناممکن است. این یک بحث بسیار غلط است، ولی ما میخوایم که تغییرات در سطح دنیا بیه،
تغییرات فایش بیاید، حداقل یک جنبش روشن فکری شکل بگیره تا خود افغانستان بتونه با سایسته اهداف را که داره باید برسه. یعنی هدف ما از زندگی خب است. یعنی که امو دارایی دماغ که یک دم جوانی شکل گرفت، او دارایی دیگه خود تغییر نمیتد. دم زندان خیال مماد کتابازی همیشه یک مجله را میخوند. جانا این مجله این چند سال این یک مجله را میخوند. جون اون مجله بود مجله صلح و سوسیالیزم بود. درست 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 یعنی رقم والا چیز یک نوع کلیشه‌گرایی ذهنی آل بله خود بله زیاد کارگر نیست. وزین به او خاطر وزین چون خب قلب بخدا تشکر از شما، ببینیم دیگه سلامت باشین، خواهش باشین میکنم. دیدارهای آه بعدی. بسیار جالب بود، خصوصا این قسمت بخش آخیر بس بسیار جالب بود. من میشه در خدمتتون هستم و تشکر. مردم ما چیزهایی را که چیز لازم است باید بشنوند ببینن، امور میگم برای خودشان اینکه سوالی شرکت که بکنن. سوال میگم امیدوارم از خدا کنم باز مزرعت میکنم چون بس بگد بدگت رفت رفت او ولی لازم خیر بود خیر، ایره به باز صدا مشوره یک باید نوعی چی بود دیگه، یک خوشخلقی پس از بحث بود. بس بود یا بسیار تشکر. منتها ایدتش سلامت نکنین بون اینا، ایدتش سلام. نکنین بون نه من نه نه بخش نه دید آخر. ما نمیکن. خواهش میکنم تشکر، با ما تشکر رو خدا. روستان خوش خدا حافظتان تو برنامه دیگر خدا حافظتان.